امروز 21مین روز از ماه شوال هم هست و ما طبق روال روزهای سه‌شنبه میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مرتضوی هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد. و فردا که روز معلم هست رو من امروز پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. آرزوی توفیقم برای جامعه کارگری داریم. خدا رحمت کنه، امام رو میفرمود اولین کارگر عالم خداست. بعد به این آیه توسل که نالله و آلون لما ترید. برای معلمین جامعه هم بازم آرزوی صحت و سلامتی و توفیق داریم. برای همه کسانی که به گونه ای در آموزش و پرورش نسل جوان ما نقش دارن، از پدرها و مادرها که نام معلمای اولی اینا هستن، به هر حال برای همه شما آرزوی توفیق داریم. سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. ممنون از حضورتون. ما ادامه بحث شیعه اعتقادی رو خدمت حاج مرتضوی امروز پی خواهیم گرفت. اگر همراه ما بودید جلسه گذشته، حاج آقا در مورد محدوده عصمت کجاست برای ما صحبت کردن، اختلافات ما با اهل سنت رو اشاراتی داشتن که امروز ادامه بحث رو خواهیم داشت. به اینجا رسیدیم که در اهل سنت فقط پیامبر خدا را معصوم می‌دانند و یه سوالی که مطرح شد در پایان بحث این که قول معصوم از کجا حجیت خودش رو ما به دست میاریم، که سه نکته جا گفتن: یک، اثبات صدور، دو، اثبات جهت کلام، و سه، کلام دلالت میکند که معنا را برساند صریح و غیر صریح، که ادامه بحث به این جلسه موکول شد و دعوت میکنم همراه ما باشید. خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی درباره تفسیر قرآن و روش های اصول تفسیری فرقه ها بود. عرض کردیم یکی که مشترک بین همه مونه حجیت ظاهر بود با همه مسائل، که هم حجیت قول معصوم بود. الان هم فقط سر قول پیغمبر داریم صحبت میکنیم تا بعد ببینیم چجوری میخواییم اونو توسعش بدیم. عرض کردیم حجیت قول معصوم به این معناست که اگر پیغمبر کلامی خلاف ظاهر قرآن گفت، باید از اون ظاهر دست برداشت، حرف پیغمبر رو. این معنای حجیت قول معصومه. منتها این حجیت قول معصوم عرض کردیم بین هممون مشترکه، منتها یه تفاوتی ما داریم. یکی در محدوده عصمت کجاست، یکی هم محدوده به یه تعبیری محدوده معصومین یا تعداد معصومین، که اونم یه بحث دیگری که بعدا مطرح میکنیم به گونه ای. ببینید تو محدوده عصمت هم بعدا میاییم، حالا همین جوری شرط کردیم که اهل سنت فقط در گرفتن و رسوندن پیام وحی عصمت رو قبول دارن، بقیهش رو به گونه انقل دارن. وقتی یه سوال مثلا که کلام معصوم کی حجت، اون نوشته شما کافی نیست. عرض کردیم کلام معصوم کی حجت، وقتی که اصلا صدورش ثابت بشه که پیغمبر این حرف رو گفته، بعد جهتش هم ثابت بشه، دلالتش هم ثابت بشه. الان اینه که دلیل و حجیت این چیه. یعنی کلام معصوم رو عرض کردیم که کلام معصوم رو عرض کردیم حجته، بله. منتها این کلام معصوم کی ثابت میشه کلام معصوم، اون مقدمات رو داشته باشه. الان سوال اینه که خب به چه دلیل حرف پیغمبر حجته؟ ما الان با پیغمبر کار داریم ها. بله. ببینید این بحث بحث درون دینیه، یعنی بعد از پذیرش خداست. این بحثا علل قاعده برای اثبات حجیت حرف پیغمبر به کلام پیغمبر نمیشه استدلال کرد، چون به اصطلاح طلبات دور پیش میاد دیگه. بله. شما باید اول ثابت کنی که این پیغمبره، بعد کلامش. برای اثبات حجیت قول پیغمبر باید از قرآن استفاده کرد. به پنج گروه اگر اشتباه نکنم پنج گروه از آیات رو من جمع آوری کردم که اینها به گونه ای دلالت میکنه که قول پیغمبر حجته. هر چی بگه خلق باید اطاعت کنن، هر چی که بگه برخلاف اون حرفی که اهل سنت میگن فقط در گرفتن رأی و فلان، این حرف آیات اینو میگه که نه خیر، هر چی که بگه باید اطاعت کنن. این آیات عرض کردم تقریبا پنج تا گروهه. اولین گروهش آیات اطاعته. آیات اطاعت آیات زیادیه، حالا در همین محور من عرض میکنم. آیات اطاعت صریحا خدا میگه که باید از پیغمبر اطاعت کنه. ببینین
آیات اطاعت اینه که الان آیات توبه 71 اینجوریه، بعد از اینکه مؤمنین رو توصیف میکنه میگه مؤمن کیه؟ مؤمن میشه آدمی است که چنین چنان امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، نماز میخونه، زکات میده، و یطیعون الله و رسوله. مؤمن کسی است که اطاعت داره از پیغمبر و رسول. خب وقتی میگه یطیعون الله یعنی مؤمن باید هر چی که پیغمبر میگه، بعدم توضیح میده که این چه اتفاقی میفته. در مواردی این یک محور همین آیات اطاعت، اینجا خود کلمه اطاعت داره ها، یطیعونه خود کلمه اطاعت داره. آیات دیگه هم هست ها، من اطاع الرسول فقط اطاع الله و امثالنا. در یه مواردی باز از مؤمنین خواسته در برابر حکم پیغمبر تسلیم باشن. این تسلیم بودن همون پذیرشه، پذیرش مطلق هم هست ها. یعنی خواسته میگه باید اینجوری باشن، میگه اصلا مؤمن نیستن مگر اینکه این ویژگی رو داشته باشن. آیه رو ببینید، آیه توی سوره نساء آیه 65 اینه، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگارت اینا ایمانشون کامل نیست. مسلمان ها رو میگه خدا، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا این که تو رو داور قرار بدن در تمام اختلافاتی که دارن. بعد پایان آینه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این تسلیم های اینجا از نظر ادبی مفعول مطلقه، یعنی هیچ شرط قیدی نداره، باید مطلق باشه. شأن نزول آیه رو ببینید، این شأن نزول، البته یه بحث دیگه همینجا بگم به مناسبتی، حدود چند سال قبل جریان یه جریان فکری داخل کشور یک بحثی رو مطرح کرد بودن به تبعیت از غرب، که این دین حد اقلی باید باشه یا دین حد اکثری. این دین حد اقلی و دین حد اکثری از غرب گرفته شده، یعنی غرب تا قبل از رنسانس که حاکمیت با کلیسا بود، یعنی کلیسا در تمام شئون زندگی مردم دخالت میکرد. بعد از تحولاتی که اتفاق افتاد اینا رو در واقع منزوی کردن، این دین کلیسا آمد تو یک شنبه فقط، یک شنبه فقط بیان یه دعایی بکنن رو نام، خلاصه یه شرابی هم به عنوان تبرک، چون معجزه حضرت عیسی رو یکیش شراب میدونن. این دین حداقلی به این معناها، یعنی دین یه رابطه است بین انسان با خدا، اگر اتفاق افتاد اتفاق افتاد، اتفاق نیفتاد دیگه حق دخالت توی زندگی رو نداره. این دخالت در زندگی اجتماعی دین حداکثریه، دین اصطلاحی که میگن اینه. این دو تا سه موردی که عرض میکنم دین حداکثریه به تمام معنا رو میگه. ببینید یکیش همین، این آیه شأن نزولش اینه، زبیر خب پسر عمه پیغمبره، بله، با یک انصاری به تعبیری اهل مدینه دعوا شد سر برداشت آب. اینجا باغ زبیر بود، بعد باغ این بنده خدا انصاری بود. اختلافشون شد که کدوم یکی باید آب اول بگیرن. اون انصاری میگه نه، من باید اول بگیرم، هر وقت باغ من آب خورد بعد تو. اختلافشون کشید پیش پیغمبر، با هم آمدن پیش پیغمبر. بعد وقتی قصه رو شهر دادن، خب این باغ این اوله، پیغمبر به زبیر فرمود اول تو آب میگیری، آب که تمام شد ول میکنی بره. اون بنده خدا انصاری با یکی دو نفر دیگه از اقوامش آمده بود، و حالا یا به تعبیری از اقوامش، حالا خیلی هم دیگه جزئیات چه نگم، این پشت در بودن ببینن قصه چی میشه. هر دوشون که از خانه پیغمبر آمدن بیرون، اون برگشت به این انصاری گفت چی شد؟ گفت چی میخواست بشه؟ معلوم بود دیگه، برای پسر عمش حکم کرد، برای پسر عمش حکم کرد دیگه، نگو بابا اصل حقم با اونه، گفت معلوم میخواست چی بشه دیگه، پسر عمش بود، به نفع اون حکم کرد. این جمله رو که گفت پشت سرش آیه آمد، فلا و رب بکر، قسم به پروردگار لا یؤمنون، این ایمان کامل نیست، حتی یحکمو که فی ما شجره فی ما بینهم، تا اینکه در تمام اختلافاتی که پیش میاد داور تو باشی. این جمله مهمش اینه، میفرماید که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در برابر حکم تو نه اینکه نق نزنن، در درونشون تسلیم باشن. این خیلی فرق میکنه ها، یعنی گاهی ما من میرم دستگاه قضا، به هر حال هر کسی با یه قاضی صحبت میکردم، خدا رحمتش کنه، انتقادی ازش کردم، گفت رفیق من بود، گفت هر کس که به دادگستری میاد همه اول 50% مخالف های ماین،
این هم اول معلومه دیگه، به هر حال میدونه فرقی که میان حق ما یکیشونه دیگه، اون یکی که به ناحقه هم اول با ما مشکل داره دیگه. این حکم باز اگر صادر هم بشه، گاهی ما در برابر حکم قاضی، گاهی که در اکثر موارد اونه که به نفعشون نی، در برابر حکم قاضی تسلیم نیست، اقرار نشده. اما در برابر حکم قاضی تسلیم نیست، اقرار نشده، اما چاره ای نداره. درست. یعنی اونجا ممکنه حرفی نزنه از ترس، اما بیرون میاد مثلا این بنده خدا حرف میزنه دیگه، بردند و خوردند و پارتی بازی کردن فلان. آیه میگه نه، در برابر حکم پیغمبر مسلمان ها باید لا یجدو فی انفسهم، از درون اصلا نق نزنن. بعد این کلمه آخر آیه با آیه تنظیم شده، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض باید بشن. این هم یه قسم از آیاته که به یه تعبیری این زندگی شخصیه که تعبیر داره. گروه دیگری از این آیاتی که خداوند بیان میکنه اینه، در مواردی از مسلمان ها خواسته حتی اگر پیغمبر در مسائل شخصی دخالت کرد، حکم کرد، همه باید بپذیرن. اون آیه قبلی زندگی شخصی بود به تعبیری، اما نه به این حد، اون به یه تعبیری تو مسائل اجتماعی بود. بله. آیه رو ببینید با خیلی تند آیه ها تو احزاب آیه 33، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امر. وقتی خدا یا پیغمبر دست، مسلمان ها حق ندارن، قدرت انتخاب ندارن، باید تسلیم باشن. خیلی آیه تنده. آیه هم از اینجا در واقع شروع شد که خب همه میدونن دیگه، این زید ابن حارثه تو زندگی پیغمبر خیلی نقش داشت. تنها صحابی هم که اسمش به صراحت در قرآن آمده همین آدمه، و سرآغاز اتهاماتی هم برای پیغمبر شد. یعنی این کاریکاتورایی که تو اروپا چاپ میشه از اینجا برمیخوره. این بچه عربستان خب حکومت مرکزی نداشت دیگه. بله. نوار امپراتوری روم که بود، این کاروان قریش که میرفت اونور، موقع برگشتن این در نوار مرزی هر کسی گیرشون میامد میدوزیدن میآوردن اینور، تا اونا میرفتن بفهمن کسیم جرات نمیکرد اینور بیاد، چون بی حساب کتاب بود دیگه، یعنی قانونی نبود. سلمان همینجوری گیر افتاده، حالا اون خودش قصه میکنه. این زید بازی میکرد تو بچه ها دیگه، بچه ها بازی میکردن رو، این کاروانی یکی رو برداشت و آوردشه، بچه رو فریبش داد و آمد این برو، بقیه بچه ها رفتن خونه شون تا غروب، که این بچه معموله توی روسه ها که صبح که از خانه میره بیرون فقط برای نهار میاد بیرون خونه دیگه، تا غروب کیش که نفهم میدن شب که شد مادره بچه نیامد و کی رفت و کی، از بچه های همسن ایسا کردن گفتن این امرا کاروان رفته. این کاروانی آمدن فروختنش تو مکه، بچه بود، عموی حضرت خدیجه اینو خریدشه. شب ازدواج حضرت خدیجه با پیغمبر، عموه اینو به عنوان کادو داد به خدیجه، این بچه پیش شما به عنوان کارات انجام بده، و قبلا داده بوده. شب ازدواج حضرت خدیجه اموالش، کلیه اموالی که داد به پیغمبر، اینم گفت اینم غلام تو. از اینجا عملا این منتقل میشه به زندگی پیغمبر به یک معنا. یه حادثه ای داره که اون خودش باز یک قصه مفصل، از اینجا بهش میگن زید ابن محمد که قرآن اینو نقد میکنه، ما کان محمدن ابا احد من رتون. این زید بعدن تبدیل میشه به یه شخصیتی ها، یعنی یکی از شهدای بزرگ جنگ موته اینه. اونقدر هم پیغمبر دوستش داشت که دربارش نوشتن کان حب به رسول الله، نه حب به رسول الله، یعنی پیغمبر عاشقش بود. خب این بچه بزرگ شد و بچه بود دیگه، آمده بود دیگه، بزرگ شد و مناس پیغمبر زنش بده به تعبیر ما، فرستادش خانه زینب، اینم دختر عمشه، دختر عمه پیغمبره بود ولی پدر نداره، اینو فرستادش اونجا. عبدالله که برادر زینبه، چون عملا به تعبیر امروزی ها، به تعبیر امروزی ها دفتردار پیغمبر بود دیگه، همه کارهای پیغمبر این انجام میداد، و این وقتی آمد گفت نشست و بعد از بسم الله گفت آمدم خواستگاری زینب، عبدالله تصور کرد که آمده برای خواستگاری زینب برای پیغمبر. آها. یه لحظه خوشحال شد عبدالله، ولی زید نکته سنج بود، زود گرفت که این اشتباه کرده، گفت دردم داماد خودمم، تا گفت داماد خودمم عبدالله پرخاش کرد.
یه عبارتی رو به کار برد، برگشت گفت که پیغمبر باید توجه داشته باشه به موقعیت اجتماعی افراد. به تعبیر اینجوری زینب دختر نوه عبدالمطلبه. زیدم گفت حالا که چی؟ گفت تو اسیری، تو نمیدونم چنین بودی چنان بودی فلان بودی. زیدم خیلی آروم برگشت گفت من با این کارا کار ندارم. میدی یا نمیدی؟ اگر میدی الحمدلله، نمیدی هم الله اکبر. حرکت کرد که بیاد قبل از اینکه زید برسه به، البته یه توجیه همش مال زینبه، چون عرض کردم این البته دو تا از همسرای پیغمبر اسمشون زینبه، این زینب دختر جحشه که اون قصه ها اتفاق میفته و همسر پیغمبر میشه بعدن و حتی عقدش هم خدا میخونه و، ولی اجمالا این یه قصه دیگه هم راجش میکنه، ولی هر دوش به همین برمیگرده. این که حرکت کرد که بیاد آیه نازل شد، هنوز زید نیامده بخونه پیغمبر. پیغمبر تعجب کرد این آیش خط تنده. زید که آمد بهش گفت که چی شده؟ گوه هیچی، گوه یعنی هیچی چی؟ یک کسی رفت خواستگاری بهش گفتن نتیجه چی شد؟ گوه نتیجه 50-50. بعد بهش گفتن 50-50 یعنی چی؟ گوه اونا ندادن ما هم نخواستیم. زید گفت که پیغمبر گوه ندادن دیگه. بعد پیغمبر وقتی آیه رو خوند، آیه رو ببینید چقدر تند، ببینید ازدواج زندگی شخصیه. بله این زندگی شخصی رو پیغمبر دخالت کرده، گفته این همسر او باشه. حالا خدا این عکس العمل نشون داد. اول عبدالله وقتی آیه رو که شنید و اینجوری شده، عبدالله گفت ما یه پیشنهادی دادیم، یه اظهار نظری کردیم، هر چی شما می‌فرمایید. زینب هم سریع خودش رفتن به پیغمبر گفت من هیچ نقشی ندارم، عبدالله این کارو کرده، به من ربطی نداره، من تسلیمم هر چی که شما میگیو. بعدم پیغمبر مهر مشخص کرد. آیه رو ببینید، آیه اینه: و ما کان لمؤمنن، نه مرد مسلمان، ولا مؤمنته، نه زن مسلمان، که چی ما کنه؟ اذا قضى الله و رسوله امرا، یعنی وقتی پیغمبر قضاوت کرد راجع به مسئله و خدا قضاوت کرد، ان یکون لهم الخيره من امرهم، حق ندارن اصلا، قدرت انتخاب از اینا سلب میشه دیگه، در برابر حرف خدا و پیغمبر باید تسلیم باشن، نباید. بعد پشتسه و من یعص الله و رسوله، البته انسان ها چون آزادن میتونن هم تخلف بکنن. هشدار میده که تخلف از دستور پیغمبر پیامدش عذاب جهنم است و چنین چنانه. اینم یک بخش، در واقع یه بخش از این آیات، آیات ولایت رو که عرض کردم، آیات اطاعت که من 3-4 مورد رو بیان کردم، میگه از پیغمبر باید اطاعت کرد در هر مسئله ای در هر جایی. درست. نقد اولش به اهل سنت اینه که ربطی به گرفتن وحی و فرستادن نداره، این نمونای شأن نزولای قرآن که ربطی به وحی نداره، که آمده اینو فرستادش خواستگاری یا اون قصه کذا، و فراوون هم از اینا تو قرآن مطرحه. درست. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضوی. خدا و رسولش شما را به چیزی میخوانند که مایه حیات و عزتتان است اجابت کنید. بدانید که خداوند بین آدمی و قلبش قرار دارد و همه به سوی او محشور خواهید آمد، و بپرهیزید از فتنه ای که فقط ستمکاران شما را شامل نمی شود، خشکتر با هم می سوزند، و بدانید که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست. بله، پیام های تشکر شما عزیزان به دست من میرسه، من بعضی وقتا فرصت نمی کنم و عذرخواهی هم می کنم از همه شما عزیزان. جلسه گذشته عزیزی با طبع شعر خودشون، حالا چند بیت شعر رو برای ما فرستادن که حاجا خدمت حاجا مطرح کردم، حاجا گفتن حتما بخونید تو برنامه. گفتن که سلام و عرض ادب به مجری و کارشناس برای بحث امروز، هم 2000 سپاس از عوامل صحنه، تشکر فراوان، همیشه بعد از نماز دعاگوییم براتون، دست علی یارتون، الله نگهدارتون، الهی حق بگیره دست گرفتارتون. حالا آقا یا خانم ریحانی این در واقع مطلب رو فرستادن، در جلسات دیگر هم شعر رو برای ما فرستاده بودن که فرصت نشد، یعنی بعد از برنامه در واقع به دست من رسید که عذرخواهی میکنم نشده بخونم، حالا این رو خوندم. عزیزی هم از خوزستان پیام داشتن که کارشناس با تجربه و کاردان و شایسته با این مطالب بسیار عالی، احسنت بر شما که از خوزستان پیام
ادامه دادند، ازشون ممنونم و امیدوارم که فرصت باشه و باز هم همراه ما باشه. ما در مورد در واقع ادامه بحث شیعه اعتقادی در مورد حجیت ظاهر صحبت میکنیم و حجیت قول معصوم که آجاها نکاتی رو گفتن و در مورد اثبات حجیت قول پیامبر آیاتی رو مثال زدن و ادامه بحث که دعوت میکنم همراه باشید. مادم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که برای اثبات حجیت قول خود پیغمبرها با بقیه معصومی کار نداریم، به حدیث نمیشه استدلال کرد بلکه با آیات قرآن باید استدلال کرد. در این اساس 5-6 محور آیات رو من جمع آوری کردم. یکیش آیات اطاعته که زیادم هست، یعنی صریحا خدا دستور میده میگه از پیغمبر اطاعت کنید، اگر از پیغمبر اطاعت کنید مطلق او چنین، و بعضی در واقع مواردش هم بیان کرد. گروه دوم آیات تبیینه. ببینید یکی از وظایفی که خداوند برای پیغمبر مشخص کرده اینه که تبیین و تفسیر قرآن به عهده پیغمبره. تفسیر قرآن به عهده پیغمبر یعنی چی؟ خب این قرآن که قرآنه، حالا به تعبیر بعضیا، اما پیغمبر با قرآن، قرآن رو نمیخواد تفسیر کنه، یه دانش دیگری در اختیارشه. ما به اون دانش میگیم حدیث قدسی. یعنی مثلا ببینید قرآن در همه موارد دیگه میگه نماز بخونید، اما چند رکعت میخواین بخونین، کجا میخواین بخونین، شرایطش چیه، موانعش چیه، چرا بیان نکرده. این دانش در اختیار پیغمبره، باید پیغمبر بیان کنه. آیه رو ببینید، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما نزل الیهم چیه؟ این ما نزل الیهم هم متون قبلی رو میگیره، تورات و انجیل و اینا رو میگیره، چون هم کتاب خدای اصلش دیگه، تعریف شدهش مونده حرف دیگریه. ما نزل الیهم اونا رو هم میگیره، قرآن هم میگیره. قرآن رو کجاهاشو باید پیغمبر برطرف کنه؟ همون 4-5 محوری که عرض کردیم افهام داره، آیات متشابه، نمیدونم موارد غیر بیان شده و همسایل حرف دیگه. ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. بعد آخر آیه رو ببینید میگه تو توضیح بده. یه نکته رو عرض کنم، اون در بحث هدایت خداوند، خداوند برای هدایت انسان عملا 3 مرحله داره. این پیام وحی از اونجا که میاد، واسطه بین ما و خدا دوتایه، یکی جبرئیل، یکی پیغمبره. اگر جبرئیل و پیغمبر واسطن، اونی که وظیفه خداست، اونی که وظیفه خداست اینه که اون پیام از صدورش تا رسیدن به این سالم بمونه. درست. وقتی به دست مردم رسید، مردم آزادن عمل بکنن یا نکنن. این دیگه دست، یعنی خدا اینجا آزادی رو داده به مردم که میخوان عمل بکنن یا نکنن. اون وقت تو این دوتا واسطه هر دوشو، این انحراف رو تضمین میکنه عدمشو. مثلا وقتی جبرئیل میخواد حرف بزنه میگه نهو قوی یون امین، روی دوتا نکته تأکید داره، هم قدرتش بر گرفتن این پیام تا رسوندن، هم امانتش. بله. گرچه یکی از اتهاماتی که سنی ها به ما میزنن، میگن اینا معتقدن علی ابن ابی طالب پیغمبر اصلی بوده، جبرئیل خیانت کرده، بعد پیامی که بنا بوده برای علی ببره برای پیغمبر برده، خیانت کرده، بلا اصلش پیغمبر اون است. و استدلالی هم که میکنن اینه که میگن که بعد از نماز 3 دستشون رو میارن بالا، میگن خان الامین خان الامین خان الامین. اونا معتقدن شیعه این کارو میکنه. این شعر این که یه بار توضیحش دادم در اون قصه. ببینید این لتبین للناس میفرماید همه. خب اگر این دو تا آیه هستا، یکی آیه 44 سوره نحل، یکی هم آیه 64 سوره نحل، هر دوش با همین کلمه، این منتها به یه تفاوت خیلی کوچکی که حالا این اشاره میکنم، اگر تبیین وظیفه پیغمبره، پذیرش وظیفه امت. نمیشه که خداوند وظیفه برای پیغمبر مشخص کنه، بهش بگه تو باید تفسیر کنی، ولی مردم شد شد، نشد نشد. نه، مردم وظیفه برای پذیرش دارن، میخوان به این وظیفه عمل کنن یا نکنن حرف دیگریه. بله. اصلا نقض غرض پیش میاد که خدا به پیغمبر بگه تو توضیح بده، بعد به مردم بگه نه لازم نیست گوش کنیم به حرفش، این که دیگه معنا نداره که. درست. ببینید انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما نزل چون ما یکی از بحثایی که پیغمبر داره، هر پیغمبری که می اومده باید موضعش رو نسبت به ادیان موجود تو جامعه مشخص کنه. بله.
اینا رو قبول داره یا نداره. اگر قبول داره کجای یهود هم، مخصوصا یهود خیلی از موارد برای اینکه اون قانون تورات عمل نکنن می آمدن پیش این، پیش پیغمبر که این قضاوت کنه، شاید از زیر اون بار در بره. در آیات فراوان این رو نقل میکنه. تو آیه دوم ببینید، رحمت و انزلنا و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این اینجا بحث اختلاف رو مطرح میکنه، یعنی هر چی که مورد اختلافه، چه بین مسلمان ها، چه بین یهود، چه بین مسیحیت، چه بین مسلمان ها و یهود و مسیحیت، هر کس آمد بر اساس کتاب باید قضاوت بکنه. یه جا در یه آیه دیگه ای که مطرح میکنه که حالا وقتش نیست، اونجا بفرماید که انجا که اگه آمدن حکم کنه، گرم حکم نکنه کاری نداره، ولی خطری هم تهدید نمیکنه. بنابراین ببینید آیات تبیین به صراحت به تعبیری میگه وظیفه تبیین وظیفه پیغمبره، بدون تبیین پیغمبر هیچ کس حق نداره این کار رو انجام بده، اما وقتی پیغمبر انجام داد بقیه موظفن اطاعت کنن. درست. یه آیات دیگه ای رو من اسمش رو گذاشتم آیات بخشش. باز این البته اونم همه شأن نزول داره دیگه، خیلی آیات بخشش رو ببینید، اینم شأن نزولای مختلفی براش گفتن. اون جان آیه اینه، ما آتاکم الرسول فخذو، خیلی صریحه. بعد از اینکه توضیح میده که انفال مالکیه، میفرماید این انفالی که چنینه چنانه برای خدا است و پیغمبر است و رسول است و که فلان حرفا، بعد از اون توضیحات مفصلی که مطرح میکنه که اینجوریه، میگه این علت هم اینه که لکیلا یکونه دولتن بین الاغنیا. این فلسفه توضیح ثروت این چنینی برای اینکه ثروت تنها در اختیار ثروتمندا نباشه، یعنی خارج از این، خلاصه یه راهی داشته باشه. و هم میگه حرف خدا اینه، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر داد بگیرید. اون استدلال من به این کلمه فخذوه، امره، یعنی خداوند میفرماید ما آتاکم الرسول فخذو، هر چه گفت داد بگیرید. یعنی دو تا محور داره، یکی دادن امکانات مالیه، اینجا به اشاره به چی داره؟ به تفاوت داره، چون یکی از شأن نزولاش اینه، اموال بنی نذیر رو که خواست تقسیم کنه، چون این غنایمی که آمده بود، چون احکام خاصی داره، حالا من با اون کار ندارم، توی مدینه سه تا قبیله یهودی زندگی میکنن، بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قینقا، همشون هم به گونه ای از مدینه اخراج شدن، درگیر شدن با پیغمبر و فلان این حرفا. وقت موقع این غنایم دستشون آمد، پیغمبر به انصار گفت که پیشنهاد کرد، گفت هر کدومشو که دوست دارید. ببینید انصاری که مهاجرینی که از مدینه مکه آمده بودن، اینا هیچی نداشتن دیگه، بله، یعنی اینا هم باید به یه تعبیری اقسامی داشتن، یه عدهشون پولدار بودن مثل عثمان، اینا آمدن خونه خریدن و فلان، یه عدهشون نه چیزی نداشتن، مکه چیزی داشتن، قریش اینا رو مصادره کرده بود. به هر حال اینا آمدن تو مدینه، مدینه یعنی انصار، که تعبیری که خداوند از اینها میکنه که یؤثرون علی انفسهم، سخاوتمندان اینا رو بردن خونه هاشون، بجای چند نفری که تو همون صفه مانده بودن رو. بعد از این که اینا رو بردن، پیغمبر فرمود که میخواین این غنایم رو من به مهاجرین بدم و اینا از خونه های شما دیگه برن بیرون و در واقع به تعبیری مستقل بشن، مستقل میخواینم نه تقسیم کنم بین خودتون و اینا هم اینجا باشن. انصار گفتن نه، یعنی انصار اون عمومیته، گفتن نه آقا این انوار رو بده به مهاجرین، ما اصلا نخواستیم، بده به مهاجرین، اینا هم پیش خودمون باشن، اینا مایه برکت هم باید. یه عدهشون نق میزدن، اقلیتی، ولی برحال بله. وقتی این اقلیت نق میزدن، آیه آمد که ما عفا الله علی رسوله، این ها مال این است و فلا این حرفا، ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی بهتون داد بگیرین، دیگه نق نزنین، و ما نهاکم عنه فانتهوا. این کلمه مایی که اینجا آمده، این موصوله است، عمومیت داره، هم مسائل معنوی رو میگه هم مسائل مادی رو میگه. یعنی اگر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه آمد گفت نماز صبح دو رکعته، شما وظیفه داری بگیری. اگر خدا اونجا میگه هر چه داد بگیر، این بگیر تکلیفه،
حالا میگه نماز مغرب و سه رکعت بخون باید بخونیم، این کارم باید اینجوری انجام میدی، این مال مال فلان جاست، این کارو کرده و بعدم غر زدن، و مخصوصا تو فتح مکه و جنگ هنین خیلی مورده. اینم یه قسمته. ببینید ما آتاکم الرسول فخذوا، باز ببینید نقد صریحش به اون اندیشه اهل سنت اینه که میگم فقط در وحی باید گرفت نه بقیه جاها، نه خیر وحی نیست. اصلا این که پیغمبر داره توضیح میده میگه نماز مغرب و سه رکعت بخونی، این تو وحی نیست. درست، این تو وحی نیست که بله. ما میگیم فقط در گرفتن وحی و رساندنش دیگه، اینا توضیحاتیست که. اینم یه محوره. آیات بعدی آیات اسمته. آیات اسمت میخوای بری یا برم؟ شما هر جو صلاح میدونید. یه بخشی رو ببینیم، بزنین یه پیامم بخونم بریم یه بخشی رو ببینیم. اصلا بوده عباست پرسید بزنید. روز محرم و تبریک میگم خدمت جناب آقای مرتضوی و اساتید برنامه خوب تو آسمان. من الان برنامه داشتم به کارهای مورد علاقم برسم، ولی شکر خدا جذب برنامه شدم و نشستم پای برنامه شما. از موضوع امروز هم خیلی خوشم اومد که توضیحاتی رو آقای دکتر میفرمایید. ما هم از شما ممنونیم و خدا رو شاکریم که بحث مورد توجه شما قرار گرفته. فراسوی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو با هم مرور کنیم. خطبه 144. خطبه 144. کجایند عقل های روشنی خواه از چراغ هدایت، و کجایند چشم های دوخته شده بر نشان های پرهیزکاری؟ کجایند دلهای به خدا پیش کش شده و در اطاعت خدا پیمان بسته؟ افسوس که دنیا پرستان بر متاع پست دنیا هجوم آوردند و برای به دست آوردن حرام یورش آورده یکدیگر را پس زدند. نشانه بهشت و جهنم برای آنان برافراشته، اما از بهشت رو گردان و با کردار زشت خود به طرف آتش روی آوردند. پروردگارشان آنان را فرا خواند اما پشت کرده فرار کردند، و شیطان آنان را دعوت کرد پذیرفته به سوی او شتابان حرکت کردند. ما خدمت آقای مرتضوی هستیم. امروز برنامه رو 10 دقیقه زودتر شروع کردیم، به من گفتن تا 12:45 فرصت داریم خدمت شما باشیم. حالا اگر تغییری بود باز خدمت شما عرض میکنم. از الان حدود 17 دقیقه فرصت دارم خدمت شما باشیم. بعدم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینه که در بین مسلمان ها این بحث مطرحه، حجیت قول پیغمبر مستند به چیست؟ عرض کردیم به حدیث که نمیشه استدلال کرد چون دور لازم میاد، اما به قرآن میشه استدلال کرد. در قرآن عرض کردیم 4-5 گروه آیاتی وجود داره که میگه با حرف پیغمبر کرد. یکیش آیات اسمته. ببینید اول یه توضیح عرض کنم، این که پیغمبر و امام گناه نمی کنن معصومن، این یک شاخه کوتاهی داره، یعنی اسمت رو گاهی فقط به گناه نکردن منحصر میکنن بعضیا. این دلایلی داره، میشه افرادی هم در مواردی هم معصوم باشن. آها، نه معصوم کل، نه تنها انجام نمیدن ها، فکرش هم نمیکنن. میتونی یه مثال بزنی؟ من اسمت رو همیشه شنیدم، این که مثلا آب کثیفی که توی جوب هست ما هیچ وقت حتی فکر و تصوری نداریم. من یکی بالاتر میخوام بگم. بفهم. ببینید در فقه اسلامی، حالا مسئله بده، در فقه اسلامی خوردن مدفوع انسان حرامه. بله. آیا یه آدم عاقل شما میتونه پیدا کنی که اینو بخوره یا حتی فکر خوردنش تصوری بکنه؟ نه. ببینید ما این اسمتی که در پیغمبر ما میخوایم صرفا گناه کردن نیست، ما یه چیزی فراتر از این میخوایم. بله. باید جلوه سهو و نسیان رو هم بگیریم، چون اگر کاری گناه خودش تعریف خاصی داره، اگر من اشتباهاً این کارو مرتکب بشم این گناه نیست. درست. مثلا فرض کنید نماز خوندن واجبه، حالا من امروز یادم رفته نماز بخونم، با قول ایشون مشغول کارهای شخصی شدم و فردا یادم آمد که من دیروز نماز نخونده بودم، من گناهی مرتکب نشدم. گرچه باید قضاشو بخونم. بله.
ببینید اون گناه یه حرف دیگه داره. پیغمبری که میخواد بیاد، اون فلسفش که از قول خواجه نقل کردیم، باید این اعتماد بیاد. این اعتماد اگر میخواد بیاد، جلو سهم نسیان پیغمبرم باید بگیره. مثلا فرض کنید یا یه بار مثلا فرض کنید مسئله که میگم واقعیه، یعنی جوکام هم که میگم واقعیه، اینجوری نیست که. ببینید گاهی یه آیه میامد یا یه سوره میامد، همش یه صد بیشتر نیست که مثل قول والله. بله خب اینو پیغمبر شاید راحت میتونست بگیره و بعد بیاره بخونه. بله نمیمیشه که حافظش باید. اما ببینید سوره بقره یک جا نازل شده، 280 و خورده ای سوره هایه. خب این آدمی که اینو میخواد بگیره، از اونجا میخواد بگیره تا برسانه به مسجد، چون معلوم نیست کجا نازل میشه دیگه، برسونه بخونه بدون این که یه واوی رو پس پیش کنه یا فلان، باید این حافظه این آدم اونقدر قوی باشه که هیچ نوع سهو و نسیانی اتفاق نیفته. این مسئله که عرض کردم خیلی شفاف ها. ببینید سوره های ما داریم در قرآن، در علوم قرآنی، که اینا یک جا نازل شده، جمله این بقره. خب این آدم اگر بناس اینا رو بگیره بعد بیاره بخونه، چقدر باید حافظش قوی باشه؟ دست خودش اصلا حافظه دست خود انسان نیست؟ نه. اون وقت خداوند باید دخالت کنه این حافظه رو اونقدر قوی کنه، بلذا در قرآن هم بهش میگه تو جوش نزن، صبر کن تا ما بخونیم. فاذا قرانا فتبع قرآن لا تعجل به رسانه، چه خبرته؟ چون جوش میزد پیغمبر وقتی که این آیه میامد، اصرار داشت که زودتر برسونه به اونجا که مثلا یادش نره یا فلان این حرفا. آیا اومد که چه خبرته؟ ما هستیم پشتش، حمایت میشه. لا تعجل، عجله نکن، بذار صبر کن تمام بشه، جبرئیل خوندنش تمام میشه. ببینید اگر این اسمتی که ما میخوایم، یک چیزی لازم داریم، یه توانمندیه که این آدم داره. این توانمندی تمام حوزه های زندگیشو باید بگیره، چه گفتاری، چه رفتاری، چه خوب این یک کلمه رو دقت کنید، این توانمندی بدون امداد الهی امکان نداره. اونی که اختیاریه، یعنی اون اسمت اختیاری که میشه با علم بهش رسید، اون فقط در حوزه گناه عمدیه. از اون شما رد کرده، هر کدوم تو سهو و نسیان میخواد چه؟ یادش رفته دیگه، اینجوری نیست. ببینید اگر این اسمت، این اسمت در واقع دو تا حوزه داره، یکیش گفتاره یکیش رفتاره. در هر دو جا هم خدا تضمین کرده، یعنی تضمین کرده که مسلمان ها اعتماد پیدا کنن. در حوزه گفتارش زیادی ناشنیدن، ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا، این مال کجاست؟ شأن نزولی داره، پیغمبر یه توضیحی داشت میداد و فلا این حرفا. عبدالله ابن ابی سلول یه تهمتی به پیغمبر زد که اسمش خودش داره میگه، ربطی به خدا نداره. حالا این یه منافق سرشناسی، آیا آمد در تایید پیغمبر که ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. البته قریش از مکه شروع کرده بودن، چون این سیر حدیث در اهل سنت چند تا مرحله گذاشته، یکیش مرحله مکه. در مرحله مکه قریش، کفار مخالفین پیغمبر، پذیرفته بودن که در آیات نمیتونن دخالت کنن، نمیتونن مشابهشو بیارن، آمدن روی حدیث پیغمبر زون کردن که جلو حدیث پیغمبر رو بگیرن. اینجا هم یک کسانی بودن می‌نوشتن، از جمله این امرآس پدرسوخته، یه پسری، دو تا پسر داره، یکیش مثل خودشه، یکیش کمی به نام عبدالله، این محدثی است و فلا این حرفا. این می‌نوشت، یه روز یکی از این سران قریش که دیده بودش داره می‌نویسه، گفتش که چی هر کجا که میره راه افتادی دنبالش و هر چی میگه می‌نویسی. بعد اون یارو در توضیحش گفت بابا این انسانه، عصبانی میشه، خوشحال میشه، شکست میخوره، همین شرایطی که تغییر میکنه در انسانو. از فرداش اینم تحت تاثیر همین تبلیغات گذاش کنار. پیغمبر تو این جمع دید که عبدالله نمیمیسه، برگشت بهش گفت عبدالله چه نمیمیسی؟ گفت حقیقتش اینه که چی چیزی گفتن. اینجا قسم خورد پیغمبر، فرمود والذی نفسی بیده لا یخرج من فمی، اشاره کرد به زبونش، لا یخرج من فمی للحق، از این زبان جز حق چیزی صادر نمیشه. اینو قرآن تاییدش میکنه، میفرماید ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، وحیه ما بشه. علمه شدید القوا، پشت سرش میگه که بابا این همون درس نخونده یه کذاییه، ما اینو یادش دادیم و فلان این حرفا. که این تو قسمت حوزه گفتاری خیلی
ساده تو بوده رفتاری ببینید، تو این که سوره و نجم آیشو در سوره اسراء آیات 74-75 آیه اینجوری شروع میگه. حوزه رفتاری یعنی چی؟ باید اینجا در حوزه رفتاری خوب دقت کنید، نقد اساسیش به اهل سنت میخوره. یه مسئله هایی هم میزنن، ها اون مسئله هاش کدام همش از نظر تاریخی زیر سواله. میگم پیغمبر آمد دخالت کرد توی گردفشانی نخلسان ها، گفت باید این کارو بکنید، این کارو کنید، یعنی هم به ضرب این که پیغمبر به حرفش کردن و بعدن خراب شد، اصلا مسئولی نیومد و فلان این حرفا. بعد نسبت میدن، اینا تهمته، نسبت میدن به پیغمبر که پیغمبر فرمود که شما هم کار خودتون رو بهتر از من میدونید، برین کار خودتون انجام بدید. آیه تو رفتار ببینید، این رفتارم حتما باید اسمت داشته باشه، ولی این مشکل به وجود میاره. بله. یعنی اون اعتماد نمیاد دیگه، مخصوصا جایی که پیغمبر دین رو به سبک رفتاری انجام داده. عرض کردم پیغمبر دین رو با سه شیوه بیان میکنه، گاه گفتار رفتاره، گاه گفتاره، گاهی هم تقریره. بله. مخصوصا تو حجت الوداع رفتاری انجام داد، جمعیت ازدحامش بسیار بالا بود، وقتی وارد مسجد شد اصلا مسجد اون رو اصلا اون جمعیت نمی‌دونه و میخواست عملا ببیننش، دستور داد شتر آوردن، سوار شتر شد، با شتر طواف کرد، بعد همین سر خط با ایستاد، گفت هجو کما رأیتمونی احج، خوب نگاه کنید همین جوری که من انجام میدم انجام بدید دیگه. خواه اگر شما این رفتار رو بردی زیر سوال، گفتی ممکنه اشتباه کرده باشه، خب فردا چه دلیلی داره که بگیم که مثلا منا هم که رفته اینجوری و فلان این حرفا. اینه میخوام آیه رو ببینید، آینه ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر کنترل نکرده بودیم رفته بودی ها، شیئا قلیلا یه کمی نه زیادی، یعنی انحرافی کم. از این کلمه کاده اصلا تو لغت عرب معناش اینه که کار میبایست اتفاق میافتاد ولی اتفاق نیفتاد، این کاده اصلا اصل معناش اینه. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم، این مال کجا شأن نزولش چیه که میگه ما جلوتو گرفتیم؟ این دو سه تا شأن نزول گفتن، البته آیه پشت سرش هم تهدیدش میکنه پیغمبر رو که حالا اگر رسیدیم عرض میکنیم. ببینید شأن نزولش اینه، پیغمبر وقتی آمد طواف کنه رفت که استلام حجر کنه، به اصطلاح همینجا به این حاجیایی که امسال میرن مکه حجت التمتع، از همشون التماس دعا دارم، یکیشون تو خیابون جلومو گرفت بعد از خیلی تجلیل از برنامه و فلان این حرفا و به من گفت فلانی من میخوام برم و چنین و چنان و یه توصیهایی به اون یه چیزی گفتم، حالا ممکنه اول شک کرد یعنی کمی جا خورد و گفتمش تو مناسب تو مساجد مکه اومدینه هر چی گربه دیدی بیاد من بیا، مثلا نگرفت گفت شأن شما عجل از گرب. گفتمش این که بهت میگم اگر بهت بگم دعا کن یادت میره، ولی تو مسجد النبی و مسجد الحرام گربا آزادن میان میرن، چشمت افتاد دعا کن. پیغمبر آمده استلام حجر کن، استلام حجر کار مصحبیه، یعنی دست بذارن روی حجر الاسود، قریش آمدن جلوشو گرفتن، گفتن تا وقتی دستی به این بتای ما نکشی نمیذاریمت، اگر میخوای اینو استلام کنی، این چون مال آیین ابراهیم دیگه، اگر اینو میخوای استلام کنی باید اینا رو چیز کنی. پیغمبر حدیث نفس کرد، یعنی به خودش برگشت خطاب کرد که اینا دارن الان من از این کار محرومم میکنن، خدا هم که میدونه من این بتا رو قبول ندارم دیگه، همینجوری یه دستی میکشم تا اینا ول کنن ما بریم استلاممونو بکنیم. این یه شأن نزولیشه که قرآن میگه که ولولا ان ثبتناک، بعدم انجام نداد، انجام نداد و نیه شأن نزول. شأن نزول دیگه شم مربوط به همینه، منتها اینها غیر از اینکه دور کعبه و داخل و اینا بت داشتن، دو سه تا بتای گندشون رو جای حساس می‌ذاشتن، یکی روی کوه صفا یکی روی کوه مروه، یعنی جایی که بر اساس آیین ابراهیم اینا میباید طواف می‌کردن. یکیشون آمد به پیغمبر گفت که نگاه کن، حالا بعد از اینکه پیغمبر دستور داده بود که همه بت‌ها رو بریزند و فلان اینا، نگاه کن حالا اونا رو زدی ابن نظر، اما یکی بذار باشه دیگه، اون گناهه، اینی که روکی مروه بود. یه دل میگن اینجا پیغمبر یه کمی انعطاف نشون داد، یعنی به این معنا که کوتاه اومد، کوتاه اومد، یعنی کوتاه اومد که گفت شاید کوتاه اینا مثلا
رقت قلبی به خرج بده. اینجا هم حدیث نفس کرد، نه اینی که بگه، درست حدیث نفسی کرد با خودش که گو حالا ما که همه بوتار شکستیم یکی بزار باشین اینجا، اینم بعد از یه مدتی مثلا میسیم. اینجا فوری آیه آمد ولولا ان ثبتناک، بعدم خدا دخالت کرد جلو کار گرفت اصلا دیگه. یعنی ببینید یکی از ابزار این کمی توضیح میخواد، ولی خب چند بار به شما حداقل خارج از این جلسه عرض کردم، از جمله امروز هم عرض کردم، یکی از ابزار قدرت خدا در عالم که عالم رو مدیریت میکنه اینه که قلب انسان ها در اختیار او، بله این یا مقلب القلوب والابصار، انسان ها نه مؤمنین ها هر کجا که بخواد دخالت میکنه. این قلبه رو که میچرخونشه خود انسان میچرخه دیگه، مثل این دانشجویی که سر برداشتن. اینجا ببینید پیغمبر فقط یه حدیث نفسی کرده، غیر از خدا احدی از این حدیث نفس خبر نداره، درسته؟ یعنی یه چیزی فقط تو ذهن پیغمبر اومده، هنوزم که نگفته به کسی، هم اون مورد اول همین مورد دوم. اما خدا که میدونه این چوریه، این ثبتناکه معناش اینه، میگه اینو چرخوندیمش، اینو چرخوندیم ولولا ان ثبتناک، ما کردیم اینو، و ما اگر این تثبیت نمی کردیم این چدا لقد که تفر کنه علیهم شیئا قلیلا، یه کمی داشتی میرفتیم اینجا. ازن آیه رو ببینید، میگه البته اگر میرفتی دوست داشتن، یعنی اگر کوتاه میامدی در برابر این قصه، یه حرفی رو راجع به اونا نقل میکنه، میگه اگر میرفتی به حرفشون میکردی، ازن لعزقناک، بعدش میگه شیئا قلیلا، اون پشت سرش میفرماد که اینا دوست داشتن، ولی خوب یادت باشه اگر میرفتی دو برابر عذابت میکردم. خدا با هیچ کس هم تعارف نداره، پیامبرش با این که پیغمبرشه بهش میگه که آیه رو ببینید، ازن اگر میرفتی لعزقناک ضعف الحیات ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، بعدم به اصلا کسی نبود ازت دفاع کنه، اونی که باید دفاع کنه منم، اگر این مسیر رو میرفتی منحرف میشدی ولت میکردم، کارم به زمین که نمانده به تعبیر من کرد. بله. یکی دیگه رو پیغمبرش میکنم، بگه چه آسمان که به زمین نمیاد. اون وقت ببینید اونجا میفرماد اگر این کارا میکردی اونا دوست داشتن و میامدن پیغمبر، ولی اینجا هم ببینید باز این آیه که عرض کردم این آیه رو کمتر افراد شنیدن، عصمت رفتاری پیغمبر رو تایید میکنه، عصمت رفتاری پیغمبر رو تایید میکنه، باز یه مورد خاصی نداره ها، تمام موارد رو میگیره، هر کاری که پیغمبر انجام میده. البته از نظر علم اصول یه تفاوتی وجود داره، چقدر وقت دارم که اینو بگم یا نه؟ 3 دقیقه خب میشه. یه تفاوتی وجود داره، عرض کردیم پیغمبر گاهی رفتار داره فعله، گاهی گفتاره. اون جایی که گفتار باشه میاد تو قواعد ادبیات عرب، وقتی اومد تو قواعد ادبیات عرب به این کلام نگاه میکنن که اطلاق داره یا نداره. بله، یعنی اگر مثلا گفت کل انسان اینجوره، میگن باید همه انجام بدن، الفاظی داره قواعدی داره اینجا. اما اگر رفتاری انجام داد، اگر رفتاری انجام داد فقط اصل جواز رو میرسانه، اطلاقشو نمیشه ازش استفاده کرد. یعنی ممکنه این کار انجام توسط پیامبر انجام شده و دیگران هم انجامش بدن؟ نه، معنیش اینه که پیغمبر انجام داده، این فقط اصل جواز رو میرسانه، یعنی این کار در شریعت جایزه، این کار در شریعت جایزه، ولی دیگران حق دارن از این استفاده کنن، باید از ادله دیگری استفاده کنن. یعنی ممکنه پیغمبر با توجه به شرایط خاص این کار انجام داده، این شرایط خاص اونجا وجود داشته باشه جای دیگه وجود نداشته باشه. یه گریزی بزنم اینجا، بله همینجا، ببخشید بگم 2-3 دقیقه دیگه هم وقت داریم که خدمت شما باشه، یه گریزی اینجا بزنم همینجا. ببینید اینایی که استدلال میکنن به سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها تو کوفه و فلان این حرفا، حالا بالاتر ما حضرت زینب رو که معصومش نمیدانیم، حتی استدلال میکنم به سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه، از این استفاده میکنم، پر هر زنی حق داره هر کجا سخنرانی کنه. آها. این فعل قابل اطلاق نیست، درست؟ اگر قول باشه قابل اطلاقه با همون ضوابط خاص خودش، اما فعل فقط اصل جواز میرسونه، اصل جواز. شما اگر میخواین به وجوب برسانین ادله دیگری لازم دارین. خداوند تو اینجا راجع به پیغمبر میگه ثبتناک، تثبیتت کردیم دیگه، همه خیالشون راحت باشه که دیگه تو منحرف نمیشی، انحراف هم نداری، شک و شبه هم نداشته باشن، محکم و قرص وایسن اطاعت کنن. این یه بخشه، درست؟
خیلی متشکرم. من یکی دو تا پیام بخونم آقا. اول اینکه بگم امروز اجتماع دانشجویان کادر درمان در حمایت از جنبش دانشجویان اساتید آزادیخواه دانشگاه آمریکا هست که در تالار ابن سینا برگزار میشه. ما به همین دلیل برنامه رو زودتر شروع کردیم و به پایان میرسیم که دوستان من تصاویر و مراسم اونجا رو تقدیم حضور شما کنن. یه عزیزی گفتن که با عرض سلام آقای دکتر مرتضوی بسیار زیبا سخن میگن، فقط اگر ممکنه هر جلسه یا هر چند جلسه با اطلاع ساعت قبلی در مورد زندگی خصوصی و خانوادگی یکی از ائمه اطهار و نیز یکی از بزرگان دین هم صحبت نمایند که خیلی از شبهات و ابهامات از بین برود و بر اطلاعات ما هم افزوده شود. چه پاسخ دهن و چه پاسخ ندهن؟ باز هم متشکرم. اما پاسخ میدیم برای چی پاسخ نمیدیم؟ اصلا ما کارمون پاسخگویی به شبهات، من مخصوصا خودم اصلا ذهنیتم اینه، هم در نوشته هام هم در سخنرانی هام دنبال اینم که شبهات ذهنی مردم رو که حالا یا بهم میگن یا خودم میفهمم پاسخ بدم. منتها این سوالی که ایشون میکنه، ما تو بحث تاریخ شیعه شناسی همین رو مطرح میکردیم دیگه، یه بخشش از امیرالمومنین و امام صادق اون وسط موند. حالا گاهی اونها رو باید مناسبتی مطرح کرد و اینکه جداگانه یه بحث. من الان به ایشون عرض میکنم ما هم اینجا سر این وقت دعوا داریم، باید گبنا باشه 10 دقیقه یورو بشن بدیم بیم بس که امکان ندارم. درسته، ما 2-3 دقیقه دیگه فرصت داریم. بسیار خب، پس اینو من بگم. بفرمایید. ببینید، عرض کردیم برای حجیت قول پیغمبر باید دارم تاکید میکنم، چون قول معصومین فرق داره، اونجا ما به حدیث استدلال میکنیم. حجیت قول پیغمبر 4-5 تا گروه از آیات رو میشه استدلال کرد. ببینید، یکیش این بود که آیات اطاعت، که وقتی خدا میگه اطاعت کن دیگه کجا و کجا نداره، مطلق گفته اطاعت کن دیگه. یکیش آیات تبیینه، وقتی میگه پیغمبر باید تفسیر کنه خلق موظفن که. یکیش آیات بخششه، یکیش هم آیات عصمته، یه بخش آخر که آیات قضاوته. ببینید در قرآن آیاتی وجود داره از جمله اینه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. در بحث فقهی یه بحثی مطرحه که آیا قاضی حق داره به علم خودش قضاوت کنه یا نه. مبنای قضاوت ادله و شواهد بالبینات ایمانه، ولی حالا قاضی خودش علم پیدا کرده بین حق داره. یه عده معتقدن آره، یه عده معتقدن نه. اونایی که معتقدن به همین آیه استدلال میکنن. اینجا ببینید خداوند میفرماید لتحکم بین الناس ها، این خیلی کلمه ظریفه، بین المؤمنین نمیگه. بین وقتی مردم. بین الناس یهود و مسیحیت و همه رو شامل میشه. میگه ما یه اطلاعاتی بهت دادیم، انزلنا الیک الکتاب بالحق، این در برابر شبهاتیه که چی؟ لتحکم بین الناس. لتحکم بین الناس از کجا حکم؟ به ما اراک الله. به ما اراک الله، این تحکم بین الناس به ما اراک الله، اگر نتیجه اینا، اگر پیغمبر وظیفش قضاوت کردنه، خلق وظیفشون اطاعته. حالا میخواد این قضاوت پیغمبر به نفع من باشه یا علیه من باشه، در واقع همون آیات فلا و رب کلا یؤمنون ها. اگر بناسین ایمان کامل، این پیغمبر حکم کرده میخواد به نفع من باشه، میخواد من نفع. اینم شأن نزول خیلی مفصلی چند تا آخرش اینه: ولا تکن للخائنین خصیما، دفاع بی مورد نکن از خائنین. واقعا این جمله رو که میگم از تای دل میگم، و خدا با هیچ کس قوم و خویشی نداره، بله، با هیچ کس هم تعارف نداره، با هیچ کس هم دشمنی نداره. پیغمبرش باش پیغمبرش، هشدار بهش میده جاهایی که باید هشدار بده، چون ببینید مربی اول و آخر پیغمبر خداست، که خودش فرمود ان الله ادب ربی فاحسن تأدیبی. اگر زمینای پیش بیاد فورا قبل از اینکه حادثه پیش بیاده. اینجا هم شأن نزول مفصلی داره که این به هر حال آمدند و میتونم بگم یا نه دیگه. بله بفرمایید، بفرمایید. ببینید یه رندی بود، آدم فقیر و بدبخت بیچاره. اینا سه تا برادر بودن، اولا یکیش بش بود، یکی بشی بود، یکی مبشر. آدم بدبخت بیچاره هم بودن و اعمال یه قبیله ای بودند. این یارو رفت انباری طرف رو از پشت سوراخ باز کرد، بدون این که این بفهمه، خانش که مثلا پنج شاتا بود، یکیش مال انباری بود، این رفت از پشت دیوار شد توی انبال اینو برداشت برد. شاعرم بود. بعد که رفت اینو انبال رو برداشت برد، وقت شعر میگفت، اصحاب پیغمبر رو تحقیر میکرد، هجم میکرد به اصطلاح. بعد که وقتی رفت، بعد به یکی دیگه، به یکی دو رفقاش گفت، در ضمن یادت باشه اینا قریش رو دیدن، خانه فلانی ها.
اونم تعجب کرد و آمد پیش مسلمان بدری به اصطلاح، یعنی از این شخصیت، گفت اینو به ما نسبت ندین، و این چون جزء این قبیله بود، گفت اینو به ما نسبت ندین، اینو فلانی، یعنی یه خیانتی رو، دزدی رو به تعبیر خیانت، تعبیر خائن میکنه. اون بنده خدا هم این چون عصبانی شد شمشیرشو برداشت، رو همین بدریه آمد تو وسط شهر و گفت میزنم میکشم هر کس این تهمت رو به قبیله من زده، چنینه چنانه. یه دی دورشو گفتن خواهش میکنم حالا آرام باش فلان، این حرفا، آوردنش پیش پیغمبر. پیش پیغمبر این قصه رو مطرح کرد، پیغمبر به این توپید که اصلا چرا باید این کارو میکردین، شما چرا باید این کارو میکردین، چرا مال مردم رو دزدیدین، چرا فلان کردین فلان، این حرفا. و اونم بعدش چون مال این نبود، مال قبیله شون بود، من تا این ارق قبیلگی وادارش کرده درست. اینم از اینجا بدون این که در برابر پیغمبر حرفی بزنه، محترمانه رفت بیرون و بیرون که رفت به رفقاش گفت ببین آبرو منو بردین، من اصلا خجالت کشیدم این توبیخی که پیغمبر به این تندی با من برخورد کرد، بعد مثلا من نقش نداشتم تو این قصه که چرا چنینه. آیه رو ببینید، میگه نا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک ولا تکن للخائنین خصیما. از اینا دفاع نکن، خائنم، چون خائن با سرقت فرق داره ها. بله. اون یارویی که اصل مال رو دزدید بود کس دیگه بود، این موجی که ایجاد کرده بود یه دل دیگه ای می‌خواستن تخریب کنن، قبلاً فرمود مدافعشون نباشین، نمیشه چی چیزی. خیلی متشکرم، باز هم این پیام تشکر، تشکر از برنامه عالیتون، مخصوصا از کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مرتضوی که خیلی شیوا و رسا مطالب جذاب رو بیان می‌کنن. من اتفاقی تلویزیون رو روشن کردم ولی دل نمی‌کنم برم کارهامو انجام بدم. خدا رو شکر که این برنامه و این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار میگیره. ما التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، از حاجی مرتضیم خیلی متشکرم، قول میگیرم برای جلسات آتی ما رو دعا کنید. خدا یار و نگهدار.